شاغلی شهباز شریف او شاغلی بوتو صاحب ته دا خبر کو چه تاسو هغه کله چې ستیج ته سلام و درود بینندگان گرامی به یک برنامه مهم و عاجل خبری خوش آمدید. از افغانستان تازه ترین خبرها حاکی است که درگیری مستقیم میان طالبان و دولت پاکستان آغاز شده و تیاره های پاکستان بر ولایت ننگرهار حمله کرده و در مرز اسپین بلدک نیز درگیری شدید و بی سابقه ای آغاز شده است. چندین منبع متابر از منطقه سلالا از مربوطات ولسوالی گشته ولایت ننگرهار میگویند که تیاره های پاکستان بر چندین موضع حمله کرده و در آنها دهاتن است طالبان پاکستانی و افغانی کشته و زخمی شده اند و گفته منابع پس از انجام عملیات آمبولانس های طالبان به ساحه رسیده و در حال انتقال جسدها و زخمی ها می باشند. همزمان با این جنگجویان طالبان و نظامیان پاکستانی بار دیگر در دروازه مرزی ترخم نیز و شدت درگیر شده اند منابع محلی از گذرگاه ترخم میگویند که درگیری میان نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان ساعت پیش از چاشت روز 5 شنبه جنوری رخ داده است یک منبع معتبر از محل میگوید که درگیری پس از آن آغاز شد که یک مقام نظامی پاکستان در پی تیراندازی جنگجویان طالبان زخمی شد با گفته ی منبع نظامیان پاکستانی در واکنش به این حمله دست به صلاح بردند و در نتیجه درگیری شدیدی میان طالبان و نظامیان پاکستانی آغاز شده و همکنون درگیری دروازه ی ترخم به روی رفت و آمد مسدود شده است. در همین حال معاون جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که مولانا فضل الرحمن از حامیان برجسته طالبان و رهبر این حزب با علت بیماری وضعیتش وخیم شده و همکنون در خانه اش تحت مراقبت های صحی قرار گرفته است و گفته ی عبدالغفور حیدری فضل الرحمن به توصیه پزشکان فعالیت های سیاسی خود را متوقف کرده است همزمان با این منابع محلی در بغلان تایید می که طالبان یک نظامی پیشین را پس از شکنجه کشته و جسدش را در محضر آن بداراویخته اند منابع محلی از بغلان میگویند که این نظامی پیشین محمد هاشم نام داشت و طالبان او را رو روز چهارشنبه چهاردهم جدی از خانه اش در ولسوالی بغلان مرکزی بازداشت کردند منبع میگوید که برادر یکی از جنگجویان طالب هنگام حمله به یکی از پاسگاه های امنیتی حکومت پیشین در روستای حسین خیل بغلان مرکزی جایی که محمد هاشم وظیفه داشت کشته شده بود او میگوید که حالا برادر و اقارب طالب کشته شده محمد هاشم را از خانهاش بیرون کشیده شکنجه کرده پس از آن کشته و جسدش را در چهار راه بغلان مرکزی آویزان کرده اند. در همین حال تعدادی از اعضای جمعیت زنان مقاوم افغانستان در بغلان به پاس بزرگ داشت از خیر محمد خیرخواه اندرابی فرمانده جبهه مقاومت گرده هم آمده اند. آنها با انتشار ویدیویی میگویند در کنار مردان مبارز با قلم و مبارزه ادامه خواهند داد. مانده خیر محمد خیرخواه تا آخرین رمق حیات علیه گروه مستور برای آزادی وطن و دفاع از ناموس و هویت خود در همین حال سخنگوی طالبان از کشته شدن سه عضو گروه داعش در ننگرهار خبر داده است زبیح الله مجاهد گفته است که این افراد در منطقه شیمل ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار در عملیات این گروه کشته شدند طالبان پیشتر گفته بود روز چهارشنبه سه مخفیگاه داعش را در کابل و نیمروز از بین برده است همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته پیش رو نشست خصوصی درباره افغانستان برگزار خواهد کرد و انتظار می رود در این نشست پیرامون حق کار زنان در افغانستان گفتگو شود. این نشست قرار است در تاریخ 13 ماه جنوری سال 2023 با پیشنهاد امارات متحده عربی و ژاپن پشت درهای بسته برگزار شود. سخنگوی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد می گوید که هدف از این نشست چگونگی ارائه کمک های بشر در افغانستان است که کارمندان زن در آن نقش مهم دارند. از سوی هم اداره محلی طالبان در ولایت بامیان ادعا کرده که یک دختر و پسر جوان را از مربوطات ولسوالی یک هولنگ نمبر یک با اتهام فرار از منزل بازداشت کرده است. محمد خوانی رسا سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بامیان گفته است که نیروهای این گروه در ولسوالی یک اولنگ نمبر یک این ولایت روز چهار شنبه چهارم جنوری این دختر و پسر جوان را در پیوند به فرار از منزل بازداشت کرده اند. او میگوید که این دختر و پسر جوان دو روز قبل از مرکز ولایت بامیان با طرف ولسوالی یک نمبر یک فرار کرده بودند که توسط نیروهای این گروه ابتدا بازداشت و سپس با فرماندهی امنیه این ولایت انتقال داده شده اند. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بامیان می گوید که آنان برای تحقیقات بیشتر تحت نظارت مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه طالبان در بامیان قرار دارند. همزمان با این منابع در کابل میگویند که طالبان جنرال موبین را نه به خاطر اظهارات ضد پاکستانیش بلکه با دلیل انتشار عکس هایی از اختطافگران طالب بازداشت کرده اند اگر می خواهیم که پاکستان را بزانو در بیاوریم صرف نمی سرش بند میکنیم با این می آب بند جور میکنیم هم از برق استفادهش میشه و هم به زراعت با... این اقدام در حالی صورت گرفته است که جنرال موبین روز گذشته چهارشنبه چهارم جنوری پس از کشتن چهار طالب اختطاف کننده عکس کارت های هویت آنها را در توییتر خود نشر کرد و گفت خوب است که چهره این گونه غلامان همیشه برای مردم آشکار شود او اما آنچه را که منتشر کرده بود از صفحه توییتر خود همچنان حذف کرده است استخبارات طالبان و جنرال مبین گفته است که این کارش تیشه محکم بر ریشه طالبان است و اعتبار آنان را در نزد مردم از بین خواهد برد در همین حال گزارش ها از جبرئیل هرات میرساند که دزدان مسلح شام روز چهارشنبه چهارم جنوری ساعت شش و نیم شام یک صراف را زخمی کرده و چهار لگ افغانی پول نقد او را نیز با خود بردند گفته می شود که وضعیت صحی صراف نیز وخیم است و همکنون در شفاخانه به سر می برد. همزمان با این جنرال محمد ظاهر اقبر سفیر افغانستان در تاجیکستان بر کناری خود از این مقام به دستور وزیر خارجه طالبان را رد کرد و گفته است تا زمانی که جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نشناسد او به اجرای مسئولیتهایش ادامه خواهد داد و خبر اخیر اینکه مسئولان صحی در کابل میگویند که کمبود امکانات گرمایشی در فصل سرما سبب افزایش بیماریهای ناشی از سردی هوا در میان کودکان شده است. روی ترز در گزارشی روز پنجشنبه 15 جدی از بستری شدن هزاران کودک در شفاخانه اطفال اندراگاندی در کابل خبر داده است. محمد عارف حسن رئیس طب داخلی شفاخانه اطفال اندراگاندی گفته که شمار بیماران ناشی از سرما در این شفاخانه افزایش یافته است. حسن گفته است آمارها نشان می دهد که بیش از 6700 کودک در ماه نوامبر به دلیل زاتوریا، سرفه، زکام و سایر بیماری های تنفسی بستری شده اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال 2021 افزایش را نشان می دهد. در همین حال لوسین کریستیان سخنگوی کمیته صلیب سرخ بینون مللی در کابل گفته است که کودکان امسال حتی جانشان را در پی ابتلا به بیماری های تنفسی از دست داده اند. بیماری های تنفسی در میان کودکان به علت کمبود امکانات گرمایشی در حال افزایش یافته است که طالبان با منع کار زنان و بیکاری و فقر در جامعه افسوده اند. دوستان عزیز و پایان برنامه کنونی رسیدیم تا برنامه دیگر الله نگهدار.